میکرد. درود بر شما، نصف شب شما بخیر آقای امیرشاهی، خوش اومدید. درود بر شما خانم کجال، سپاس از شما که صبح زود شما هست و متاسفانه بیدارتون کردیم، ببخشید. نه خواهش میکنم، لطف فرمودیم، با افتخار. خواهش میکنم. قرار شد امروز هشتگ های روز و ترند ها رو بررسی کنیم، در خدمتتونم. هشتگ که هنوز هشتگ فکر میکنم دیگه نبه جمهوری اسلامی هستن دیگه، همه هشتگ ها و تمام توییتر رو فعلا تحت شعار قرار داده. حتی من امروز دیروز البته دیدم که خانم مورگان اورتاگاس سخنگوی وزارت امور خارجه دولت ترامپ دربارش صحبت کرده بود، نشریه نیوزویک دربارش صحبت کرده، مقاله نوشته بود آقای اسمشون هم یادم رفت، جسارتاً طولانی مدت ترین طوفان توییتری تاریخ شده تا حالا. بله، چون ادامه داره درباره سرنوشت کشورمون داریم صحبت میکنیم، همه گروه ها به نوعی درش درگیر هستن، همه واکنش نشون دادن، حالا مثبت یا منفی، و خود جمهوری اسلامی خیلی هشتگ های موازی سعی کرده درست بکنه. نمونهش یه فرد معلوم الحالی که بیشتر خودش رو فکر میکنم مسخره کرده بود، یه برگ کاغذ دستش گرفته بود و بیشتر مایه جوک و خنده بقیه شد. و دقیقا. آره، دارن تمام سعی میکنن که مخالفا سعی میکنن که به حاشیه ببرن یا اختلال توی هشتگ ایجاد بکنن، و بقیه میهن پرستا و میهن دوستا و گروه های اپوزیسیون هم که دارن دربارش بحث میکنن. و به نظر من جالب این بحث ها باید باشه تا به یه نتیجه نهایی برسه. شاهزاده خیلی زیبا موضع‌گیری کرد و مثل یه شهروند خیلی عادی به این کمپین پیوست با یه برگ کاغذ آ4 که واقعا تاثیرگذار بود این حرکت. یکی از نقاط قوت این کمپین بود که شاهزاده نقطه قوتش هم که به قول خود شاهزاده پیغامی که دیروز دادن، هیچکی نمیتونه مدعی و خودش صاحب این کمپین یا جنبش یا هشتگ اعلام بکنه. یه جورایی در 42 سال گذشته به انواع اقسام صحبت ها گفته شده و الان خلاصه شده در این 4 کلمه نه به جمهوری اسلامی، چکیده خواسته ملت 42 سال گذشته هستش که کامل شده و با مدیاها و تکنولوژی جدید به این صورت الان داره بروز پیدا میکنه. بله بله، فکرمی الان یه خبری که دیروز اومده، اول یه جوک بخونیم. خانم فائزه هاشمی چی فرمودن؟ آره خوندم، بفرمایید شما. بله، ایشون فرمودن که اگه یه میخ جای مدیران فعلی بگذارید مملکت میچرخه. خدمتتون عرض کنم که کاش اون زمانی که واقعا دیروز این آرزو رو کردم، کاش اون زمانی که هاشمی رفسنجانی پدر ایشون دستور قتل‌های زنجیره‌ای رو میداد، دستور سلاخی کردن دکتر بختیار و حتی منشیشون رو میداد، کاش اون موقع میخ بود، تبدیل میشد به میخ. اما آخه جالب ادامه همون توییت نوشته که اگه اینطوری بعد گفته، ولی ما تا دوره خاتمی مدیرانی داشتیم که دوره شاه دوره دیده بودن. بله. توییت شما رو هم خوندم. بله، توییت شما بسیار جالب بود که هر جا که دقیقاً، البته توییت مناسب این برنامه نیست، ولی بله. بعد از اون مدیرانی بودن که توی جمهوری اسلامی دوره دیدن و کارایی نداشتن. فقط من موندم، من جایی ندیدم و نخوندم و نشنیدم حتی از خود هاشمی رفسنجانی یا حتی از خود فائزه که پدرشون دوره مدیریت دیدن، کارشناسی لیسانس مدیریت گرفتن، دکترای مدیریت گذاشتن تو حوزه علمیه، که البته علمی من اونجا نمیدونم این اسمم، به نظر من بعدها باید عوض بشه، حوزه نمیدونم چی اسمشه بگیم، حوزه توهمیه بهتره شاید بذاریم، که مگه اون موقع مدیریت، حالا دوره زمان شاه بنده خدام توی حوزه ها مدیریت به کسی درس نمیدادن؟ و فکر نمیکنم خاتمی و
رفسنجانی و یا خمینی الان این پوت کوزه‌گری آخرشونه، این پوت کوزه‌گری آخر اینو از آستین در آوردن. آقای امیرشاهی متاسفانه قشر خاکستری ناآگاه زیاد داریم. الان من 41 سالمه، دوستان من تحصیل کرده ها به من میگن که دیدی فایزه هاشمی چی گفت، بعد الان فکرشو بکن یه خانم بشه رئیس جمهور. گفتم چه جور خانمی میشه رئیس جمهور؟ مگر این خانمی که استاندار، نه فرماندار شهر قدس بود، یه خانمیه که یه بر روی هم داره، یه تحصیلاتی هم داره، خیلی هم با اعتماد به نفس ادبیات ادب اینجوری کرد رو سرش. خودم گفتم شلیک کنید، هر کی اومد از ساختمون تو شلیک کنید. بله. چه فرقی میکنه جنسیت قاتل و جنایتکار؟ به خاطر تمام و این صحبتو کرد که البته براش پاداش میاره اون صحبت، و اینا هم راهش یاد گرفتن که از بالا دستی ها چجوری پاداش و حالا یه تیکه این الان بگیرم. نزدیک اینا که میدونن کفگیرشون تهدید خورده. این خانوم هم همون جریان خاتمی سال 76، الان این دیگه داره به مردم میگه که آره ما سعی میکنیم. من نمیدونم واقعا آیا مدیری مونده که زمان شاه تربیت شده باشه، در قید حیات باشه، داخل جمهوری اسلامی زندگی کرده باشه، سرکوب نشده باشه، شکنجه نشده باشه، نکشته باشنش. ایشون الان چی داره؟ مدیرای خائن هم داشتیم، نمونش استاندار آخرین استاندار فکر کنم خوزستان بود که بعدن از پایه‌گذارای نایاک شدن خانواده نمازی ها، که اونا الان که دوتاشون که خدمت خودمونم، دوتاشون که خدمت خودمونم برگشتن دستخوشان بگیرن. ولی یه سیستم باحالی داره جمهوری اسلامی، بعضی وقتا قاطی میکنه دو نفر رو میگیره، بعد یهو میفهمی نه خودشون بودن. دعواهای بین جناحی که دارن خیلی این وسط قربانی میشن و اصلا مهم نیستن برای کل سیستم. میگن حتی اگه لازم باشه نماز واجب رو ما پا روش میذاریم و به خاطر حفظ نظام، حتی یکیشون میگفت ما امام زمان هم لازم باشه اعدام میکنیم به خاطر حفظ نظام. این آدمایی که برای اینا این هم خدمت کردن و چاپلوسی کردن که دیگه جای خود دارن، هیچ ارزشی برای این سیستم ندارن. و مطمئنم باشن در روز مبادا نظام برای حفظ خودش لازم باشه، همه خود اون افرادی رو که الان عاشق سینه چاک این نظام هستن و میلیاردی دارن کنارش میخورن و به اروپا و کانادا و آمریکا میرن و اونجا سرمایه گذاری میکنن، در روز مبادا خود همین رژیم راحت اینا رو سلاخی و کشتار میکنه تا دو روز بشه. البته یه چیزی بگم، این نمازی ها کم هوش بودن. این آقای باهوش رو شما داستانش رو بگی واقعا کو، ببخشید معذرت میخوام، این آقای باهوش این آقای امیر حکمت بود فکر میکنم که خبراش اومد. بله. بله. اف بی آی انگار تحت تعقیب قرارش داده، حتی نمیدونم هنوز بازداشت شده یا نه. بله، من دیروز خوندم که تحقیقات شروع شده و بازداشت تحقیقات شروع شده، آیا حالا بازداشت هست یا نه نمیدونم. بله، ایشون جزء گروگانایی بود که با همین جیسون رضاییان که تو تصویرم میبینیم بودن، که البته جیسون رضاییان الان از لابیستای بزرگ جمهوری اسلامیه. بله. من نظر خودم، این آقای حکمت هم که میدونین دستگیریش به چه شکل بوده، من امروز داستانش رو خیلی خلاصه میخوندم. این آقا کارمند وزارت دفاع آمریکا بوده، توی افغانستان مشغول به کار بوده، که اف بی آی از اون موقع تحقیقات شروع میکنه که این آقا انگار داره به یه سری اسنادی که مجاز نیست سعی میکنه دسترسی پیدا کنه، به جاهایی که رمزایی رو سعی میکنه باز بکنه که نباید بره، تحت نظر بوده و یه دفعه از افغانستان غیب میشه، انگار یه مدتی سر کارش حاضر نمیشه و بعد از چند وقت ببینن که توی ایران، گفته بودن رفته مثلا پدرش یا پدر بزرگش توی ایران ملاقات بکنه و اونجا دستگیر شده. حالا اطلاعاتی با خودش برده بوده برای جمهوری اسلامی یا نه نمیدونم اون موقع، که ولی خب محسن اون موقع تحت نظر بوده. به نظر من حتی دستگیریش هم ساختگی بوده، مثل یاد آدم این فیلم های گروگانگیری های آمریکایی، فیلم های هالیوودی میفته که یکی از گروگانگیرها میخوان از دست پلیس فرار کنن، میگن چیکار کنیم، یکی اون یکی رو میگیره هفتیر میذاره بیخ گوشش، فیلم بازی میکنه که این گروگان اون یکی، در حالی که جفتشون همکارن که بتونن از دست پلیس فرار کنن. اینا هم حالا هم اطلاعاتو گرفتن، هم میگن با یه تیر دانشون بزنن، گویی این فرد رو
بازداشت میکنن به اسم جاسوس، حتی حکم اعدام انگار بهش میخوره و بعدن حالا یه پولی در ازاش بگیرن و یا با یه نفر دیگه معاوضه بکنن که نتیجه هم میده، انگار اون موقع با چند تا زندانی دیگه که جمهوری اسلامی توی آمریکا داشت معاوضه میشن برای جشن رضاییان و الان هم انگار جز لابیستای جمهوری اسلامی هستن. من یه جایی یه مثلا خوندم که به هیچ عنوان، چرا به هیچ عنوان نباید مماشات کرد، چرا به هیچ عنوان سر این آقای چیز. من خودم رفتم دم سفارت اینجا در سوئد، دم سفارت سوئد رفتم در استکهلم سر جریان آقای جلالی، پزشکی که تو ایران، پزشکی که ایرانی سوئدی ایشون اصلا جریانشون این بوده، ایشون دعوت میشن برای سمینار و زمانی که دعوتنامه میاد لیست بقیه دعوت شده ها هست توی چیز. ایشون از نظر فکر کنم ارتباطات پزشکی فیزیولوژیکی و نوکلیار تشریف میبرن ایران، یعنی مقاله‌ای که ایشون برای این کنفرانس داشتن این بوده. بعد ایشون رو میگیرن میگن به خاطر اینکه بعد از ورود شما این لیستمون یه عالمه ازشون ترور شدن از این دانشمندان. این بنده خودم برمیگرده میگه بابا لیست خودتون چاپ کرده بودین با اسم اصلیشون، اگر این انقدر استراتژیک و حساس و سیکرت بوده چرا اسما توی سایت هست؟ طرف با اسم و مشخصات خودش. خلاصه ایشون رو قرار بود که معاوضه کنم. من اون زمان که اونجا رفتم سوئد یک نماینده کردی داره که خانومی هستن به نام خانم آمنه کاکباوه، ایشون هم اومده بودن با همسر آقای جلالی دم سفارت تو این اعتراض تشریف داشتن. بعد خانم کاکباوه زیاد فارسی نمیتونه خوب صحبت کنه، ما داشتیم مثلا صحبت میکردیم به جای ایشون با این آقایی که تشریف آورده بود بیرون از سفارت و داشتیم توضیح میدادیم و فلان اینا. خانم کاکباوه آخه یه جریانی داره، ایشون چوکون بوده از کوههای کردستان، بچگیش 12 ساله از چه راههایی دیگه پناهندگی و اینا اومدن و الان یکی از افتخارات هستند، یعنی مدارج ترقی رو 10 پله یکی طی کردن این بانو. ایشون داشتن توضیح میدادن که بله ایشون همسرشه، ما به حکم اعدامی که برای این فرد صادر شده اعتراض داریم. و من یه آن وسط کردی برگشتم گفتم خانم کاکباوه ما برای چرا ما همش داریم، حالا که خانم چیز متوجه نشه استرس بدم به خانم جلالی، گفتم که چرا ما همش داریم باج میدیم، چرا هر کیو میگیره، چرا همه جای دنیا داره باج میده. این همون تزش رو هم چیز داد، محسن رضایی بود، آره تزش رو داد. بله. گفت بریم 1000 نفر پاسدار چیز بگیریم آمریکایی. بله، کدوم 1 میلیارد دلار یک میلیارد دلار خیلی به از نظر همه ابلهانه اومد این صحبت، ولی در عمل یه جورایی داره تزشونه دارن اجراش. حتما با هماهنگی خود آدمای پرنفوذی در همون دولت‌های غربی، آدمای فاسدی که حالا حساباشون داره شارژ میشه، به نظر من اینا داره انجام میشه. من جمهوری اسلامی به تنهایی جرئت نمی‌کرد این کارو. حالا من یک مثالی خدمتتون میگم، همین اتفاق تو لبنان شروع حزب الله و فکر کنم حزب الله همزمان با خودش یه شاخه دیگه تشکیل شده، اسمشو بلد نیستم چیز جنبش عمل که مال چیزه فلسطینه، تو خود لبنان. آره جنبش عمل مال فلسطینه، جنبش عمل هم لبنان. نه جنبش عمل اونا هم یه اسم دیگه دارن شبیه حزب الله، عمران اونجا ساختش. بله اونام یه حالا من اینو خدمتون بگم که یه بار آقای ایرج مصداقی تعریف میکنه که اینا همین بلا رو میخوان سر دو تا گروگان روسی بیارن، زمانی که بیروت امن بوده و بر حال عروس خاورمیانه بوده و اینا. بلا فاصله 7 تا از پسرهای سران این جنبش رو میگیره، سلاخی میکنه، اعضای سلاخی شدهشون رو میفرسته. پیام دریافت شد، 2 تا گروگان روسی دستگیر شدن، آزاد شدن و جوابی که دریافت کردن این بود این بازی ها رو با ما نمیتونی بکنید، ما خودمون روسیه، ما خودمون هم مثل خودتونیم، حالیمون نیست. ولی عملاً آمریکا غرب داره به جمهوری اسلامی این بلیتو میده
که تو آره رفت یه خانمی اومد کوهنوردی بگیرش بعد بیا محافظه کن. سارا شورتز بود دیگه. آفرین. منم فکر میکنم واقعا حتی دقیقا در روزایی که جمهوری اسلامی نیاز داره به این گروگان ها، یه سری افراد به عنوان مهمان و اینا پیدا میشن، حالا یا تحقیقات در صورتی که میدونن الان شرایطی، به نظر من فرستاده میشن که دستگیر بشن که بعدها بتونن معاوضه بکنن و به اون بهونه درای یه سری از مذاکرات باز بشه. یعنی از طرف خود سیستم‌های امنیتی و اطلاعاتی کشورهای غربی این مشاوره ها به سران جمهوری اسلامی داده میشه، خودشون این راهنمایی ها رو به نظر من. یعنی یه نفر حاضره زندگی آمریکاشو ول کنه، پاشه بیا تو بند 209 اوین 300 روز زندانی چیز باشه، به اصطلاح بره تو انفرادی فقط به خاطر اینکه بهش ماموریت بدن. معروف حالا کی دیده که تو انفرادی بوده؟ میگن تو انفرادی بوده دیگه، حالا توی هتلی جایی بوده دیگه. دیگه همه فرمولا رو شما از دیروز هی دارید همه فرمولای منو ده. خیلی دنیای سیاست میگن همه چیزایی که میشنوی و نصف چیزایی رو که میبینی نباید باور بکنی. بله درست میفهمم. خیلی از شما یاد گرفتم از دیروز. خواهش میکنم. خواهش من خودم هی دارم میخونم و نگاه میکنم که یاد بگیرم و دیگه بعضی وقتا واقعا آدم نمیکشه، انقدر دروغ و دغل و دودوزه بازی زیاده که واقعا نمیتونی حتی به این دست به اون دست آدم نمیتونه اعتماد بکنه. یکی از نهای جمهوری اسلامی رو توضیح بدیم، چرا نه به جمهوری اسلامی؟ یه کوچولو از نهای به جمهوری اسلامی. سردار پاشایی سرمربی تیم ملی کشتی یا جودو بودن فکر کنم. بله این خبر تکاندنده. این خبر بله زمان خودش هم خیلی بولد شد. بازداشتی های آذربایجان را در تابوت خواباندند، در به تابوت ها را با میخ کوبیدند و به تهران اعزامشان کردند. وقتی درها را باز کردن همه بازداشتی ها خفه شده بودند. برای این ما میگیم نه به جمهوری اسلامی. و یعنی این فرد اتفاقا حالا چجوری شامل هشتک فکر کنم زندگی نرمال هم میشه که چطور میشه در یک زندگی نرمال یه همچین رئیس کمیته ملی المپیک نرمالی داشت؟ خیلی اصلا نرمال هستن ایشون. بله و اصلا دو تا اسمه بودن حتی تو مجلس نام گزارش اون نماینده مخالفی که این اون موقع برای انگار وزارت ارشاد معرفی شده بود، اون نطقی که در مخالفت با ایشون میکنه میگه ما شما رو به عنوان حاج فلاح انگار اونجا اسم مستعارشون تو وزارت اطلاعات بوده میشناختن، میگه به اون اسم بشناسیم یا به همین اسم امیر صالحی که الان هست شما قرار زمان رای گیری بهشون گفتن. بله اینم آخه میدونید فرق ایران با کره شمالی چیه؟ الان اگه شما گفتید فرق ایران با کره شمالی چیه؟ کدومش؟ شما میدونید تو کره شمالی با تمام فساد و رانتی که وجود داره ورزشش به این حد ورزشش وارد رانت نشده؟ خیلی از ورزشکاراش که فرار میکنن و درخواست پناهندگی میکنن میان میگن که من یه خاطره خوندم از یه خانومی که شیرجه تو در مسابقات شیرجه شرکت کردن، ایشون گفتن که تمام خانواده من رو در میدان اصلی فوتبال شهر تیرباران کردن به خاطر فرار ایشون که برای مسابقات المپیک دیگه برنگشته بودن. بعد ایشون گفت من تنها دلخوشی که داشتم مربیم بوده، مربیم میدونسته من دارم فرار میکنم و من رو لو نداده. ولی سیستم فوتبال ایران خیلی جالبه، سیستم فوتبال سیستم کاملا امنیتیه سیستم ورزش تو ایران. من یه چیزی رو خدمتتون عرض بکنم، نظر خودمه، فکر میکنم یه فرقی که دیکتاتوری جمهوری اسلامی و کسی مثل خمینی یا خامنه‌ای با بقیه دیکتاتورها دارن، دیکتاتور کوبا، دیکتاتور زیمبابوه، دیکتاتور بلاروس یا کره شمالی، اون دیکتاتورها در این همه جنایت، خوناشامی و کشتارهایی که کردن تو دل خودشون حداقل فکر میکنن عاشق کشورشون هست و در توان خودشون و با عقل و شعور خودشون دارن کاری میکنن که مثلا کشور خودشون توی جاهایی بدرخشه، اسمی نشون بده از خودش. ولی جمهوری اسلامی حکومت ایدئولوژیکه که ایران رو
فقط مثل یک انگل، مثل یک میزبان نگاه میکنه که داره توش رشد میکنه تا به بقیه جاها ریشه بدونه. اصلا ارزشی برای ایران قائل نیست. شما اون تویت رو دیدید که ظریف میگه در اون خیلی توییت قشنگی بود که آقا این خبرنگار افغانی به ظریف میگه کشورتان است، و آقای ظریف در جواب میگه خیلی منبع درآمد من است. بله، این واقعا همون انگلی که میفرمایید، فقط یه مرکز رشد بهش نگاه میکنن که ما این خون اینو میمکیم تا بزرگ بشیم، حالا بعدا اینجا یه زمین سوخته تحویل آیندگان میدیم، مهم نیست. ما چمونه به جاهای دیگه بردیم مثل سوریه، عراق، و اونجا هم واقعا همین برنامه رو. اینها فقط مصرف کنندن، انگلن و میدوشن مردم اون کشور و سرزمین و هر جا که باشن. نه ایران براشون فرقی با سوریه، با عراق، با روسیه، چه میدونم با سومالی، اینجا فقط چون ثروت بیشتری داره چسبیدن بهش. شما ببین وقتی میگه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شما کلمه ایران میبینید توش؟ یک کلمه ایران نمیبینید توش. یا مثلا اصلا اینا ملت ایران رو به رسمیت نمیشناسن. از روز اول آقای خمینی گفته امت اسلام. به خاطر همه این دلایلی که ما همه الان با هم، حتی پادشاهی خواه، جمهوری خواه، کسایی که تا حالا اعلام بی‌طرفی میکردن یا اصلا به سیاست اهمیتی نمیدادن، کسایی مثل خانواده های هواپیمای اوکراینی که شاید تا قبل از این اتفاق خیلی خودشون رو سیاسی نمیدونستن و از بقیه مردم جدا میکردن، میگفتن ما شاید سال یه بار، دو سال یه بار فقط بریم ایران، بریم حالا اصفهان، شیرازی بریم بگردیم و بیاییم و مهم نیست حالا تو ایران چه خبره، ولی اونا هم درگیر شدن و همه الان با هم دارن میگن نه به جمهوری اسلامی. من فقط متاسفانه یه سری تکاتوک انتقادایی دیدم که میگم طبیعیه که باشه، که خب نه به جمهوری اسلامی رو ما خیلی سال همه دارن میگن، اصلا چیز جدیدی نیست، لزومی نداشت انقدر سر صدا بشه. نه، این نه به جمهوری اسلامی خیلی سالا گفته شده، ولی الان یک بهونه برای اتحاد و دور هم جمع شدنه، یک ریسمانی شده که همه میتونن دورش جمع بشن و بهش دست بندن، مخصوصا که شاهزاده با عنوان شاهزاده رضا شاه دوم به عنوان بله ایشون بالقوه پادشاه ایران هستن و به فرمایش خودشون نظام رو مردم تعیین میکنن، حالا اگر ایشون بخوان به صورت تشریفاتی پادشاه باشن یا هر نوع سیستمی که مردم، بارها ایشون اذعان فرمودن که من به رأی مردم احترام میذارم. این خیلی مهمه و در اتحاد بعد از بله دقیقاً فایل صوتی که الان بیرون اومده، نمیدونم در جریان هستین که این چند ساعت گذشته، روز گذشته خیلی سر صدا کرده، بیشتر اتفاقاً بین خود پادشاهی خواها و بعد بین پادشاهی خواها و جمهوری خواها. البته این فایل صوتی مال 9 سال پیشه، مال سال 2012 هستش گویا، که الان داره پخش میشه. حالا نمیدونم هدف از این پخشش چی بوده، که مطمئناً به دلیل همین کمپین نه به جمهوری اسلامی هستش. به نظر من هیچ حرف تازه‌ای توش نبود. شاهزاده سال هاست، شما مصاحبه‌های شاهزاده در سال 70 یا حتی اوایل انقلاب بعد از اینکه سوگند پادشاهی خوردنم گوش بدین، همین صحبت‌ها رو داره می‌کنه. فقط اونجا بیشتر باز کرده و خیلی قشنگ توضیح میده. به نظر من که واقعا افتخار کردم با شنیدن این فایل صوتی، که ما شاهزاده‌ای داریم که واقعا خون پهلوی، خون رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر در رگ‌هاش در جریانه، و اونجا اعلام کردن که ایران مهمه، مثل همون صحبت پادشاه، صحبت معروفشون که همه به ایران بیاندیشیم، پادشاهی اینا میگه برای من مهم نیست، ایران مهمه، و حتی اگه لازم باشه مردم منو نخوان، من از پادشاهی میگذرم، همه چی انتخابیه، مردم باید انتخاب کنن، جمهور مردم باید انتخاب کنن. حتی تو اون فایل صحبت از جمهوری وقتی میشه، صحبت از جمهوریت به نظر من که همون آرای مردم هستش، که در سیستم پادشاهی هم باید جمهوریت مردم وجود داشته باشه. ما دنبال پادشاه مطلقه نیستیم، بله. ما دنبال پادشاه مشروطه، ما مشروطه خواهیم، اسم حزب خود ما حزب مشروطه هست، مشروطه از شرط میاد، یعنی پادشاهی که با شروطی بر تخت پادشاهی میشینه و اون شرط اینه که حکومت نکنه بلکه پادشاهی بکنه، و به همین دلیل بهش میگن پادشاه مشروطه، بر اساس شروطی اون بالا هستن. پس پادشاه دقیقا داره همون اصل مشروطه رو بیان میکنه، جمهوریت مردم رو تعیین میکنه و میگه
حتی اگر مردم نخوان ایشونو، ایشون اصراری بر پادشاهی نداره و دنبال این مقام نیست، به هر قیمتی بخواد که بگه من وارث پادشاهی هستم، نه، حتی میگه پادشاهی هم باید انتخابی باشه. چون من امروز شد صحبت‌های آقای پاشایی رو توی شبکه ایران اینترنشنال نگاه کردم، خیلی صحبت قشنگی کردن که گفتن پادشاهی دیگه الان واقعا انتخابیه، چون پادشاه گذشته وجود نداره، یه سیستم جمهوری اسلامی اومد، یه وقفه ایجاد کرد بین پادشاه، پادشاه گذشته استعفا ندادن، فوت کردن، پادشاه جدید هم سوگندشو خورده ولی در مجلس شورای ملی هنوز رسمیت پیدا نکرده، پس دوباره بازم مردم باید به ایشون رأی بدن و این سیستم پادشاهی رو انتخاب بکنن. ما کاندیدای پادشاهی دیگه ای که نداریم، مطمئنن مردم ایران نمیخوان به پادشاه قجر رأی بدن اگه پادشاهی بخوان. تنها آلترناتیو پادشاهی ما شاهزاده هستن و ایشون هم دارن و ایشون هم به قایت در اون 40 سال ثابت کردن که واقعا خون پدر و پدر بزرگشون در رگ‌هاشون هست، چه از نظر بله تلاششون برای آگاه سازی جامعه. واقعا من خودم به شخصه رضا شاه بزرگم وقتی که سال 1320 نیروهای اشغالگر ایران اشغال کردن، اونجا رضا شاه درس بزرگی به همه ما داد و برای حفظ ایران، جلوگیری از کشتار مردم و فقر و فلاکت بیشتر جامعه، استعفا دادن، شرایطی گذاشتن، شرایطی از غربی ها رو پذیرفتن ولی شرایطی رو هم گفتن شما باید از ما بپذیرید که شاه جوان باید حاکم بشه و مملکت رو به شاه جوان و مردم ایران سپردن و امید داشتن که شاه جوان حتما رو ادامه رو راه ایشون است، حالا شاید با روش های متفاوت که متناسب زمان خودش بود و نتیجه خیلی خوبی هم داد اتفاقا، و شاهزاده رضا برای ایران به نظر من دارن دقیقا این رضا شاه در قرن 21 رفتار میکنن. ایشون رضا شاه قرن 21 هستن، نه رضا شاه ابتدای قرن 20. و مطمئنا روش ها و تفکرات و مبناها الان فرق میکنه که ایشون به نظر من اعتماد از طرف خودم اعتماد کامل بهشون دارم و سرباز ایشون هستم و میدونم که دارن میدونن چی کار میکنن. بله دقیقا. با سپاس از شما آقای شاه مرادی، من با اجازتون برنامه امروز رو دیگه پایان بدیم. ممنون از شما. خواهش میکنم ببخشید که بازم شما رو سپاس از شما کردم. روز خوبی داشته باشید. همچنین شما. من اینطور. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما.